خب در خدمت آقای مجید آراز هستیم از فعالان سیاسی آذربایجان و خوشبختیم که در این برنامه شرکت میکنن. سلام بر شما آقای آراز عزیز. سلام آقای احرالی عزیز، خیلی ممنون از دعوت شما. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز شما و مخاطبین تلویزیون کلمه. از طرف خودم و از طرف تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان سلام عرض میکنم. عرض بکنم خدمتتون که قبل از همه من طلب مغفرت و آرزوی صبر دارم برای کسانی که فعالینی که در روزهای اخیر جان خودشون رو از دست دادن، فعالین کردی که خواه از طرف جمهوری اسلامی اعدام شدن، خواه فعالینی که در کمپ‌های قرارگاه‌های احزاب کرد جون خودشون رو از دست دادن. ما معتقدیم که مجازات اعدام یک مجازاتی هست که کلن باید از میان برداشته بشه، یک مجازاتی است که مجرم هر جرمی داشته باشه، چه سیاسی چه در هر نوع جرمی، مجازات اعدام رو یک مجازات قرون وسطایی میدونیم و معتقدیم در جهان مدرن مجازات اعدام هیچ جایگاهی نداره. به همین خاطر هم فعالین کردی که اعدام شدن در روزهای اخیر فارغ از نوع نگاهشون، نوع جهانبینشون، هر نوع فعالیتی که داشته باشن، اعدام اونها رو ما محکوم میکنیم و مذموم میدونیم. همچنین حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران رو هم ما حملات تروریستی و نامشروع به حساب میاریم، چون که ما معتقدیم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی که مشروعیت مردمی خودش رو از دست داده و تمامی ملت‌های ساکن ایران رو، ملت ترک آذربایجان، ملت فارس، ملت کرد، ملت عرب، تمامی ملت‌ها، ملت‌های بلوچ رو مورد ظلم و ستم حقیقتاً بی حد و حساب قرار داده و در مورد مشخصاً ملت‌های غیر فارس ما معتقدیم که استعمار درونی، استعمار و استبداد درونی در ایران جاری و ساری هست. ما معتقدیم که تمامی این ملت‌ها محق هستند که در چارچوب حق تعیین سرنوشتشون و البته حق دفاع مشروع در مقابل یک حکومتی که مشروعیت خودش رو از دست داده، این ملت‌ها با این رژیم، با این دولتی که به عنوان نماد دیکتاتوری در الان در جهان شناخته میشه جمهوری اسلامی، این ملت ها حق دارن که به هر روشی که روش های قانونی مشروعی که در دنیا وجود داره، هر روشی که خودشون به مصلحت میدونن با این رژیم مبارزه بکنن. طبیعتا اگر بخش‌هایی از ملت کرد، بخش‌هایی از ملت عرب، بخش‌هایی از ملت بلوچ امروز تشخیص دادن که در وطن تاریخی خودشون با جمهوری اسلامی ایران مبارزه مسلحانه بکنن، از آنجایی که جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده و ما معتقدیم که این رژیم دیگه هیچ گونه جایگاه قانونی و مشروعی نداره، این به حساب حق این ملت ها هست که در چارچوب حق تعیین سرنوشت و حق دفاع مشروع مبارزات خودشون رو در وطنهای تاریخی خودشون پیش ببرن. اگر امروز ملت ترک در آذربایجان مبارزات مدنی به پیش میبره و به مبارزات مسلحانه روی نیاورده، خب طبیعتا این بنا به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ملت ترک هست که سازمان‌ها و فعالین ترک امروز تشخیص میدن که مبارزه اونها باید غیر مسلحانه باشه. ولی اگر بخشی از ملت عرب و یا ملت‌های دیگر هم تشخیص بدن که میخوان مبارزه مسلحانه انجام بدن، من معتقدم که محق هستن که در مقابل این رژیم نامشروع این نوع مبارزه رو پیش ببرن و حملات موشکی و یا اصلا غیر موشکی جمهوری اسلامی ایران
به سازمان‌های سیاسی ملت‌های ایران خواه ترک خواه فارس خواه عرب خواه بلوچ دارای وجاهت نیست، دارای مشروعیت نیست و از این نظر ما این حملات رو و این اعدام‌ها رو محکوم می‌کنیم. ما معتقدیم که ملت‌های ساکن در ایران، تمامی ملت‌ها بایستی در مقابل این رژیم نامشروع، رژیمی که به عنوان نماد دیکتاتوری الان در کشورهای اروپایی تدریس میشه، به عنوان خامنه‌ای الان به عنوان نماد یک دیکتاتور در کشور سوئد من دیدم که در کتاب‌های درسی تدریس میشه به عنوان یک شخصی که در جهان نماد یک دیکتاتور هست. طبیعتاً ملت‌های ایران بایستی که تمام ملت‌ها ترک، فارس، کرد، عرب، ترکمن همشون باید تشریک مساعی بکنن، با همدیگه مبارزات هماهنگ همزمان داشته باشن تا از این دیکتاتوری نجات پیدا بکنن، این رژیم نامشروع رو از بین ببرن تا بتونن به صورت آزادانه تمامی این ملت‌ها در مورد آینده خودشون، مقدرات خودشون تصمیم بگیرن و بتونن که به یک آینده دموکراتیک به معنای واقعی، نه به معنای دموکراسی که بعضی از سازمان‌های متأسفانه مرکزگرا بگیم، دموکراسی که اونها تعریف می‌کنن متأسفانه یک دموکراسی جانبدارانه و یک طرفه هست. همونطوری که مهمانان عزیز هم اشاره کردن، دموکراسی این نیست که چیزی وقتی یک موضوع یک چیزی به نفع شماست از اون دفاع بکنید، چیزی موضوعی اتفاقی به نفع شما نیست، مطابق میل شما نیست، از اون دفاع نکنید. وقتی من میگم یک آینده دموکراتیک به معنای اتمه. این ملت‌ها، تمامی این ملت‌ها باید تشریک مساعی داشته باشند، در یک جبهه واحد با هم دیگه مبارزه بکنن، با قید این نکته مهم که این تشریک مساعی و مبارزه مشترک باید در راستای احترام متقابل این ملت‌ها، حسن همجواری باشه. واقعیتش این هست که ما به عنوان یک تشکیلات ترک آذربایجانی و در کل حرکت ملی آذربایجانی به برخی عملکردها و طرز نگاه و شیوه سازمان‌های کرد انتقادات جدی داریم که حالا بحث جدایی از این امروز هست. من نمی‌خوام این موضوع رو باز بکنم. اینجا یه نکته رو می‌خوام مطرح بکنم. اما آقای آراز اشاره بکنید، آقای آراز انتقادات ما به سازمان‌های کرد داریم، آقای آراز اجازه بدید. نه میدونم، نه یک نکته ای رو میخوام مطرح بکنم. شما اشاره به ملت ترک آذربایجان کردید و فعالان و میشه گفت مبارزات مدنی، این نکته اساسی ما میخوام محور از دستمون خارج نشه. اون چه که اینجا وجود داره، ما دیروز در کردستان شاهد یک اعتصاب همگانی و یک میشه گفت مخالفت یا یک مبارزه مدنی 90% در سطح مناطق کردنشین بودیم. الان این نکته به عنوان یک الگو مطرح شده، از دیشب در بسیاری از محافل سیاسی روی این سخن میگن، جدا از اینکه حالا هر ملتی یا هر کسی میتونه حق دفاع مشروعش چگونه است یا نیست. مردم آذربایجان که میشه گفت پاشنه آشیل حرکت‌های درونی ایران در این چند سال اخیر بودن، کمتر به چشم خورده که دیده بشن در بعد از خیزش دی، و این یک انتظار هست. در صورتی که فعالان سیاسی آذربایجان ما میبینیم که همه همراه هستن، همه همدردن و همه هم این انتظار دارن و طبیعیه که هر کسی باز حقوق ملت دیگر رو محترم بشماره. جدا از این که من اعتقاد بر این دارم که سازمان یافته وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در صدد ایجاد اختلاف بوده و هست، اما سخن اینه که چه باید کرد که ما در مناطق آذربایجان، هموطنان ترک آذری ما، وارد یک اعتصاب گسترده بشن که به پیرامون اون بتونیم ما حداقل هماهنگی بیشتری در کشور پدید بیاد. اتفاقا جناب آقای احرادی، من دقیقا میخواستم نکته بیام. حسن همجواری و احترام متقابل، من دقیقا میخواستم این رو بگم که به رغم انتقاداتی که ما به برخی عملکردهای سازمانهای سیاسی کرد داریم،
که اتفاقا انتقادات جدی هم هست. حالا موضوع بحث امروز نیست، حالا میتونیم در جلسات دیگه این موضوع رو هم صحبت بکنیم، ولی شدیداً و عمیقاً معتقدیم که ما همگی در یک جبهه قرار داریم، در جبهه‌ای که در مقابل فاشیسم، دیکتاتوری، استعمار و استعمار درونی و استبداد هست. ما مجبور هستیم که با هم دیگر تشریک مساعی بکنیم و همونطور که گفتم اگر ملت کرد به یک اعتصاب سراسری دست میزنه، خب طبیعتاً این کاملا حق ملت کرد هست. بخشهایی اگر مبارزه مسلحانه میکنن و یا بخشهایی اگر اعتصاب سراسری انجام میدن، این یک مبارزه کاملا مشروع هست. و اینی که شما میگید چرا در آذربایجان اونطوری که باید و شاید اون انتظاری که سازمانهای مرکزگرا از آذربایجان دارن به قول معروف هیچ موقع آذربایجان سالهای اخیر اونطور عمل نکرده. ببینید آقای احراری عزیز، همون حسن همجواری و احترام متقابل، متاسفانه ما معتقدیم که در 100 سال اخیر ملت ترک در آذربایجان به عنوان گوشت دم توپ استفاده شده. در جنبش مشروطه، جنبش شیخ محمد خیابانی، فرقه دموکرات آذربایجان، انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، در تمامی این وقایع تاریخی، جریان خلق مسلمان و آیت الله شریعت مداری، آیت الله شریعت مداری به عنوان نمونه در اوایل انقلاب واقعا به عنوان یک روحانی مرجع تقلیدی که دارای عقاید بسیار دموکراتیکی بود و با اصل 110 قانون اساسی چرا مخالف بود؟ به خاطر اینکه میگفت مغایر اصل حاکمیت ملت است. ما میبینیم که متاسفانه با آیت الله شریعت مداری چه رفتاری شد، عاقبت آیت الله شریعت مداری چی شد، و سازمان‌های مرکزگرا، جریان‌های مرکزگرا، جریان‌هایی که تهران نشستن، هنوز که هنوزه حق آیت الله شریعت مداری رو ادا نکردن. خب، نه به خاطر روحانی بودنش، چون زمانمون محدوده. ما خواستیم آره، مطلب رو داشته باشید. در سال‌های اخیر در مسئله دریاچه ارومیه، در مسئله به حساب موضوع کاریکاتور سال 2006 و مسائل بعد از اون، هیچ موقع متاسفانه ما این همدلی که میخواستیم از سازمان‌های مرکزگرا و حتی سازمان‌های کرد ببینیم، متاسفانه ندیدیم. یک دیوار بی‌اعتمادی متاسفانه به وجود اومده. بخش بزرگی از جامعه آذربایجان، ملت ترک، اعتماد خودشون رو به تهران و سازمان‌های مرکزگرا از دست دادن و من معتقدم که این در وهله اول وظیفه سازمان‌های خب مرکزگرا هست که این دیوار بی‌اعتمادی رو تلاش بکنن که از میان بردارن. آقای آراز همراه باشید با ما، میخواد همین مطلب رو با شما ادامه بدم. مطلب قابل تأمل هست، چرا که من خودم به شخصه به عنوان یه ایرانی انتظار این رو دارم که الان از این فرصت ها استفاده بشه. همراه ما باشید، واقعا با شما در نوبتتون که رسید دوباره روی همین مبحث صحبت خواهیم کرد. نکته اینجاست، نگاه کنید، دوباره هم اشاره میکنم، بله همونجوری که شما اشاره کردید، من نمیگم که هموطنان ترک ما توپ جلوی گوشت بودن، بلکه قهرمانانی بودن که برای این ایران زحمت کشیدن و جان دادن. درسته که دشمنان ملت ایران سعی کردن با تحقیر کلیه اقوام، تنها ترک ها نیستن، گیلکی ها هستن، ترکمن ها هستن، کرد ها هستن، لورا هستن، بلوچ ها هستن، حتی کسانی که ممکنه احزاب سیاسی رو تغییر کردن. سخن من اینجاست، چه باید بکنیم؟ خواسته من از شما به عنوان یک شهروند ایرانی و یک فعال آذری، تا هموطنان آذری واقعا هماهنگ مثل کردستان وارد میدون بشن در 3-4 دقیقه، چون وقتمون محدوده. میخوام هر کدوم دوستی حداقل 2-3 دقیقه هم 1 دقیقه صحبت بکنه. بفرمایید آقای آراز. جناب آقای احراری و جناب آقای خورسندی، با تشکر از شما نسبت به نظراتی که ارائه دادید، من با ببخشید جسارتا میخوام بگم که دیدگاه های شما نسبت به مسئله ملی به نظر من به میزان زیادی سطحی است. هر دوی شما دوستان عزیز میگین که ما چه کار باید بکنیم که ترک ها و ملیت ها بیان در این
مسائل شرکت بکنن تا جمهوری اسلامی بره. خب بله، شما میتونید انتظار رو داشته باشید، ولی هیچ وقت نمیاد ریشه یابی بکنید که ترک ها چرا نمیان. ترک هایی که 1000 سال بر ایران حکومت کردن، در 200 سال اخیر به قول شما پاشنه آشیل تمامی جنبش های بزرگ ایران بودن، الان چرا نمیان؟ نمیخواید ریشه یابی بکنید، فقط انتظار دارید که ترک ها باز بیان، ترک ها بیان کمک بکنید. من حرف شما رو قبول دارم، فقط یک جمله. بله. اگر امروز ترک ها نیان همه قربانی شدن. این بنوان بله. ببینید، بنا به تصریح آقای علی اکبر صالحی وزیر خارجه وقت ایران، الان 40% جمعیت ایران به زبان ترکی صحبت میکنن. ایشون وزیر خارجه اینو گفته، من نمیگم. خب و به نوعی چشم تمامی ترک های ایران هم به تبریز و آذربایجانه. درست. این یک واقعیتی هست که تبریز و آذربایجان و ترک ها ترک های 30 سال پیش، 20 سال پیش، 40 سال پیش نیستن. یک دیوار بیاعتمادی زخیم بین آذربایجان و جریان های مرکزگرا، من نمیگم فقط حکومت مرکزی، جریان های مرکزگرا، یک دیوار بیاعتمادی زخیم به وجود اومده که دارای ریشه های فرهنگی این بیاعتمادی، دارای علل فرهنگی خیلی جدی، علل اقتصادی خیلی جدی، علل سیاسی خیلی جدی، که من الان نمیخوام وارد ریز این مسائل بشم. این مسئله به قدری وسیع هست که بخوایم صحبت بکنیم شاید ساعت ها باید صحبت بشه، ولی مسئله فقط تحقیر نیست. شما با گفتن مسئله تحقیر تقلیل میدید مسئله رو. مسئله دارای ریشه های اقتصادی است. آقای عبدیان عزیز قسمت های رو اشاره کردن. مسئله دارای ریشه های سیاسی است، مسئله دارای ریشه های فرهنگی است، مسئله دارای ریشه های مختلفی است. ببینید، شما تا وقتی که جریان های مرکزگرا یا حکومت مرکزی یا جریان های اپوزیسیون برنامه مدون ارائه ندادن، فقط انتظار دارن که ترک ها بیان مثل انقلاب اسلامی، مثل جنبش مشروطه، مثل نمیدونم زمان جنگ بیان ایران رو نجات بدن. ولی من سوال میکنم از شما، کدوم یک از احزاب مرکزگرا، اونایی که ادعا میکنن احزاب سراسری هستن که ما قبول نمیکنیم سراسری بودن اونها رو، اونها احزاب ملت فارس هستن از نظر ما، احزاب سراسری نیستن، کدوم یک برنامه مدونی ارائه دادن برای فردای جمهوری اسلامی؟ ببینید، مردم ترک آذربایجان با حرفهای کلمات قشنگ قانع نخواهند شد، حکومت غیر متمرکز خواهد شد، دموکراسی خواهد شد. بعضی هم میگن فدرالیسم خواهد شد. یه مطلب این باز کردید، این فدرالیسم، این غیر متمرکز چگونه خواهد بود؟ آیا شما هر کدوم از احزاب مرکزی یک برنامه مدون ارائه دادن تا کنون که مردم آذربایجان مطالعه بکنن بگن که ما قبول میکنیم و یا نمونه بدن؟ یک جمله میخوام بگم تموم بکنم. شما که نماینده مردم آذربایجان نیستی که. من از طرف تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان صحبت نماینده می‌کنم. تشکیلات آقای احراری گفتن چرا مردم آذربایجان وارد صحنه نمی‌شن؟ من یه مبحثی رو باز کردم، اتفاقا من از دیدگاه خودم. نه آقای آرام، نه اتفاقا خودم اجازه بدید مقاومت آقای آذربایجان صحبت. نه، وقتمون رو به پایان هست. این مبحثی رو باز کردید که اتفاقا می‌خوایم روی مبحث کار کنیم، چون من اعتقاد بر این دارم که باید بشه حرف ها رو زد و باید ببینیم که گره در کجاست. الان چون وقت ما چند دقیقه بیشتر نمونده، اگر آقای حسنپور و آقای عبدیان سخنی ندارن، خاص یکی دو دقیقه میخوام در خدمت آقای خورسندی باشم در ارتباط با بحث بالاخره بهره برداری نظام جمهوری اسلامی از مراسم عزای حضرت حسین. اگر اجازه بدید من یک جمله آخر رو میخوام بگم و خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، اگر اجازه بدید. خیلی کوتاه. بله. من از آقای عبدیان سوال میکنم. آقای عبدیان، در جنبش های اخیر مردم عرب خوزستان این همه اعدام شد، این همه زندانی شد، این همه مردم عرب، آیا واقعا رسانه‌های فارسی زبان منعکس کردن جنبش‌های مردمی و اونطوری که باید و شاید منتشر کردن؟
نه خیلی شما قابل قبوله. آقای در آذربایجان در ادبی دستگیر شدن. آقای آراز هر روز در خود 35 آقای آراز حاکمه شدن. یک خبر منتشر نشد. یک خبر منتشر نشد. آقای احرازی شما یه نفر آوردید امشب که بس کمک بکنه. نه خواهش می‌کنم. اومده در تفریح ایجاد. نه بفرمایید. آقای تجربه سندی چون نظر آقای شما در از حرفای بی ربط می‌زنید. آقای خرسندی البته من هر روز 35 نفر در خود در یک جلسه محاکمه شده. آقای جان شما اجازه بدید. آقای خرسندی نه وقتمون داره به پایان میرسه. آقای خرسندی بحث سوء استفاده جمهوری اسلامی رو یه نفری بیار که حداقل بدون حدود بس. نه خیر ان شاء الله بفرمایید در خدمت شما هستم. همون دموکراسی که شما قرار نبود این مسئله بود شما از اون که شما از دموکراسی چون حرفای من باب میل شما نیست میگه چرا آقای جان شما بخواید آقای آراز به شما رفتی نده. آقای آراز ایشون رو آقای بابک معرفی به خاطر همینه که آقای آذربایجان به صحنه نمیاد چون درک دموکراسی شما اینه. وقتمون همین همین آذربایجان به صحنه نمیاد. آقای آراز اجازه بده آقای خرسندی ختم پایان بکنن مطلب رو بفرمایید. آقای خرسندی بفرمایید تموم کن یک دقیقه چون وقت نمونده. قرار نبود که این بحث امشب بسیار مهم بود به نظر ما در مورد کردستان در مورد اقتصاد و چرا خلط مبحث کردید خود شما. من به شما انتقاد دارم. این نظر عربی. شماست این نظر شماست که خلط مبحث از نظر آقای آراز مسئله اساسی هست. آقای آراز داره جر میزنید. آقای آراز اجازه بدید وقت نداریم دیگه وقت نداریم بفرمایید بفرمایید. آقای خرسندی بفرمایید. اصلا مسائل بسیار بی ربطه به آذربایجان هم اصلا مربوط نمیشه. ایشون هم به آذربایجان مربوط نمیشه. شما آذربایجان خودش من از ماداگاسکار اومدم. من از عزاداری رو بگید. اجازه بدید. بحث بهره برداری از عزاداری رو بگید. چهار نفر تشکیلات دادید. خب بفرمایید. آقای آراز بفرمایید. عرض کنم خدمت شما ببینید از تمام ملت ترک میخوام که این برنامه رو حتما نگاه بکنن و ببینن. شورای ببین آذربایجان آقای آراز آقای آراز آقای آراز ناچارم صداتون رو قطع کنم چون وقت تموم شده.